سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه و نور و امید تو دلتون روشن باشه. بالاخره دارم افتخار میدم میرم دانشگاه. ساعت 1 اینا فکر کنم کلاس دارم، اگه اشتباه نکنم یکم زودتر دارم میرم که با فضای دانشگاه هم آشنا بشم اگر خدا بخواد. من فکر میکنم از این هفته شروع میشه، از همین هفته هم شروع شده کلاس ها، یعنی تشکیل شدنش و اینا. اصلا هفته پیش تق و لق بوده دیگه، از امروز میرم که حداقل گروه های تلگرامیشون رو داشته باشم و ایشالله که خیره. بریم دیگه. کاش یه لباس دیگه میپوشیدم، خیلی گرمه. کارواش هم اگه برم خیلی خوب میشه. کاش برم کارواش امروز. تقریبا رسیدیم. خیلی ترافیک بود. پادکست گوش دادم، پادکست اسکرین کانفیدنشال، بعد باحال بود. ببین ولی اتفاقا بذار راجبش صحبت کنیم، چون خیلی هرسی شدم. یه مهمونی آورده بودن که حالا من نمیشناختمش، مثل اینکه اینا ایژن امریکن بودن، یعنی آسیایی آمریکایی، اونایی که از آسیا مهاجرت کرده بودن آمریکا با اینا. و اینا مثل اینکه ریالیتی شو رو انداختن که همشون ایژن امریکن بودن. بعد حالا اینو آورده بود داشت باهاش مصاحبه می‌کرد و اینا. این مثل اینکه بنده خدا خانومه سر حامله شدن خیلی اذیت شده بوده، هر کاری میکردن نمیتونستن که کانسیف کنن و بچه بسازن و همچین حالتی نمیشده. بنده خدا هر کار کردن نشده. شوهرش هم چیزه، جراح پلاستیکه. این بدبخت هفت دوره IVF انجام داده. IVF چیه؟ من فقط میدم چیز سختیه که تو تخمکاتو میاری بیرون، تخمتو میاری بیرون، ولی هم دقیقا چیکار میکنی؟ ولی هی فکر کنم هر روز باید یه آمپولی بزنی و مثلا کلی دارو باید مثلا مصرف کنی، مثلا چیز خیلی فان و خوبی واسه بدنت نیست. این بنده خدا کل این کار کرده. و چی؟ شب ازدواجشون، شب عروسی، خانواده شوهرش اومدن گفتن آره تو الان دوتیت اینه که، مسئولیتت اینه که این نسل ما رو ادامه بدی، نسل خانواده ما رو، که خیلی ما نسل مهمی هستیم. مثلا 20 نسل قبلشون خانده سلطنتی بوده، شاید 20 همه ما 20 نسل قبل اون چیزی بودیم. حالا اصلا پشمام ریخته بود. بعد هیچی دیگه، این بدبخت روش چیز کرده بودن، بهش مسئولیت رو داده بودن که تو باید بچه درست کنی واسه ما بزایی، که اینو ما خیلی زیاد میبینیم. و حالا چی؟ اصلا این دلیل این که این بنده خدا حامله نمیشده شوهرش بوده که اسپرماش کم بوده و با کیفیت نبوده و اینا. ولی این بدبخت بعد از این کارا میکرده دیگه، و تا مثلا دوره سوم چهارم IVFش اصلا شک نکرده بودن که بابا شاید مرده خب نمیتونه بچه بسازه، زن بدبخت رو ول کنیم و اینا. آخرش هم به یه بدبختی ها رو بچه رو ساختن، خدا رو شکر سالمه و الان 4.5 سالشه فکر کنم. خیلی موبایلم دارم، وقت ناهار همه دارم یه چیزی دارم. چه خوشگل هم مردم. جامش همینجا نه، فکر کنم باید برم تو پارکینگ، اشتباه کردم اومدم اینجا. و آره کلن همیشه زنان که دارن چیز میشن، بگو اذیت میشن سر این چیزا، حتی مثلا سر جنسیت بچه‌ها، که خب خیلی تو ایران مخصوصا خانواده‌های علاقه‌مندن که پسر دار بشن، وای مثلا نوه پسر، فرزند پسر و این حرفا، همیشه سرزنش به زنه بوده که آره اصلا این زنه دخترزاه، مثلا زن تعیین نمی‌کنه بچه چی بشه، اسپرمه که جنسیت بچه رو تعیین می‌کنه. ولی همش اون فشار و اون سرزنش و همه اینا همیشه روی زن بوده. خیلی مسخره است. صبح خورم به خبرش رو میدن.
استاد خلوچلی نصیبم شده که فکر کنم داشتم میزدم به من اتا بد اومد، فکر کنم باید حذف کنم. بعد اصلا این مقنعه خیلی رو مخم رنگش و اینا. صبح من مقنعه مشکی استفاده میکنم وقتی که بعد بیام دانشگاه دیگه. صبح هرچی گشتم پیداش نکردم، آخر رفتم سر کمد مامانم اینو برداشتم. وایسم نمیدونم مسیر چجوری باید برم. بعد رفتم سر کمد مامانم برداشتم. بعد یادم افتاد که چند روز پیش مثلا 6 هفته صبح مامانم اومده تو اتاقم، سر کمانم گفته ای این مقنعه که مقنعه منه و برداشته مثلا با خودش برده و منم شروع شدم که مثلا اوکی و یادم رفته بود کلا. این که مقنعه توی که آره دیگه مادرم، مقنعه بابا که نیست، من خودم که نمیرم مقنعه بخرم و هیچی دیگه، همینو فقط تونستم پیدا کنم تو کمدشو. اگر میخواید برید دانشگاه درس بخونید، برید دانشگاه تهران، حداقل شانس دهتون کنید. البته که شده که همون چیزی که مد نظر هممونه، اون که امیدوارم واقعا همون. خیلی استاد خلوچل بود. بعد یه رو بم رفتم درس خوندم، واقعا یه رو تونستم اینجوری بودم که خوانم خونمون، فقط میخوام برم خونمون. باسته اولی مارم قضا دانشجویی گرفتم، روش نمیشه بود اکبر جوجه، ولی جوجه کباب خیلی معمولی بود. آره هیچی دیگه، من موبایلم بردارم گوگل مپو چک کنم ببینم از کدوم ور باید برم خونه. یاروی کنارم بود، 5 دقیقه بود دستش مثل چوب بیرون بود اینجوری صاف. بهش خیلی بودم خدایا اسکال چرا دستش اینجوری بیرونه با اینا. بعد دیگه اینجا رسیدم که میخواد ویتامین دی جذب کنه از کف دستش، چون که کف دست خیلی خوب ویتامین دی جذب کنه. اینجوردم آفتاب دستش رو گرفته بیرون ویتامین دی بگیره بدنش، خیلی خاصیت داره و خوبه. یه 5 دقیقه گذشت بعد متوجه شدم که میخواسته لاینش رو عوض کنه، منظورش این بوده که به من راه بدی. بعد یادم افتاد تو آینامه هم یه همچین چیزی داشتیم بنده خدا. بعد هنوزم دستش بیرونه، پس واقعا خواسته ویتامین دی بگیره. نمیدونم حالا من بهش راه ندادم، در اصل پشت سریم بهش راه داد، ولی کلا که ترافیکه، هم هر وری باشه ترافیک فرقی نمیکنه. خیلی ولی رانندگی نسبت به یه سال پیش بهتر شده دیگه. سالگرد یه سالگی ماشینم و رانندگی کردنم تو تهرانم چیز شد، سالگردش شد گذشت فکر کنم، نمیدونم تهران سالگردش چه روزی بوده، ولی من واقعا یه تنه گن زده بودم به تهران. خودم احساس میکنم انقدر رانندگیم بد بود. مهم اینه که الان خوبه. وای خیلی واقعا مثل دیوونه رانندگی میکردم، الان خوب شدم. We ordered different drinks at the same bars. I got my driver's license last week, just like we always talked about. من الان دیگه دارم میرسم به امید خدا. 10 دقیقه الان از کلاسم گذشته. کلاسم ورزش تربیت بدنیه، یه همچین چیزیه، یه همچین چیزیه و من هیچ ایده‌ای ندارم که چجوری این کلاس رو پیش میره. یعنی من بعد الان مسئله ورزشی میابردم با خدا، البته یه لگ آوردم خب، ولی خب کفش تمیز و اینا نیوردم با خودم و هیچ ایده‌ای هم ندارم کلاساشون چجوری پیش میره با اینا. بعد دیروزم که دوباره اینجا بودم، ببین خیلی داره اعتماد به نفسم میاد پایین، من هنوز شکل بچه‌ی دبیرستانی ام. بعد بقیه خیلی گلو آپ داشتن، خیلی خوب شدن ماشاءالله، یعنی میبینیشون شکلی که به به خودتو رو آفریده منو چیکار کرده. ماشینش خوابونده رو زمین، من نمیدونم چه جذابیت داره، چجوری از روی چیزا رد میشه بگو، دست اندازه رد میشه قشنگ، کف انگار رو کف زمین بود ماشینه. حالا چی داشتم میگفتم؟ آره مقنعه مشکی از مامانم گرفتم که مقنعه سرمه‌ای نخوام بپوشم. وای گشنم، قهوه نیاز دارم و جای پارک نیاز دارم، جای پارک نیست، مردم گشاد گشاد پارک کردم. این چی میگم؟ بیش از اندازه بین ماشینا فاصله است، یه فاصله ای هست که تو هم نمیتونی ماشین تو اون وسط بذاری. خب چرا اینجوری پارک میکنید؟ خدایا خب کلاس دانشگاه کنسل شد، یعنی من خودم باز خواهم کنسل کردم، چون الان من جای پارک پیدا کردم کلی دورتر از دانشگاه، پارکینگ و اینام پر بود و 1 ساعت الان از شروع کلاس گذشته. داشتم دنبال جا پارک میگشتم و جواب آیلتس هم اومد که یکم وایسادم گریه کردم. وایسادم که آره یکم 2 دقیقه وایسادم گریه کردم، ولی کلا جای پارک نیست و کلاس هیچ دیگه نرسیدم. اشکالم نداره، فدای یه تارمون.
ولی الان واقعا حوصله ندارم بخوام برم خونه، یعنی دوباره رانندگی کنم کلی برم خونه، چون کلاس دیگه ای ندارم امروز. کاش حداقل بتونم گروهشو پیدا کنم که ببینم استاد معلم نزدم اسم استاد چیه، من نمیدونم چه وضعیتی ما داریم، که ببینم فازش چجوریه. الان برم کافه بشینم یه چیزی بخورم، خیلی خسته شدم، رانندگی کردم و دنبال جای پارک گشتم. خیلی ماشین جای داغون و پرتیه الان، یعنی یه رو من باید پیاده روی کنم فقط تا به شهر برسم. کلاسم که نرسیدم ولی رفتم خرید کردم به جاش از دم دانشگاهمون و واسه یکیش خیلی ذوق دارم، اینو که یه ژل لایه برداره، حالا نمیدونم اصلا خوبه یا نه، استفاده میکنم ببینم چجوری، امیدوارم خوب باشه، چون من از همین برنده و همین لاینشون محلول ضد جوش و لایه بردارش رو استفاده کردم، خیلی راضی بودم و گفتم دیگه اینم بخرم ببینم که خوبه یا نه. ولی یه چیز دیگه که خریدم اینه، ضد آفتاب پرایم که رولیه، یعنی این شکل من نشونتون میدم. خیلی وقته من دوست داشتم اینو امتحان کنم، راستش یه حسی بهم میگه که اصلا چیز خوبی نیست، ولی امیدوارم که حسم اشتباه بگه. رنگ نداره و زده نان گریسی، یعنی چرب و اینام نباید باشه دیگه به امید خدا، و اینکه اوکیه که عرق بکنی آب بخوری به تو اینام، مثل اینکه مشکلی به وجود نمیاد، یعنی اصلا خودشون مارکت که میکنن میگن این واسه ورزشکاراست که مثلا اذیت نشن و مثلا اپلای کردنش هم خیلی راحته دیگه. SPF 50 خیلی جذاب، شبیه مام میمونه، میبینی؟ بذار باحاله، ولی خیلی عطریه، بوی مامم میده، احساس کنم دارم مام میمالم به صورتم. چرا قل نمیخوره؟ بعد خب اگه من صورتم الان باکتری داشته باشه، تمیز نباشه و اینا، میچسبه به این و دفعه بعدی هی دوباره باکتری رو میاره رو صورتم جوش میزنم، که خیلی بهداشتی هم نیست از این نظر. بیام بوشم دوست ندارم، بوی کاملا چیزی داره، بوی مام داره، بوی عطری داره، جالبه. ولی چند بود بایستا نگاه کنم قیمتش رو. 207,000 تومان، این 207,000 تومان. به نظرم خوبه که آدم همراهش باشه، دستش که کثیفه وقتی بیرونه بتونه همینجوری اپلای کنه رو صورتش، ولی باز هم میتونه یکم غیر بهداشتی باشه دیگه، چون که کثیف میشه این چیزش، باکتریا رو این میگیره بعد میبره تو مواده و تو هر دفعه که استفاده میکنی دوباره باکتریا رو میاره رو صورتت. نمیدونم، ولی چیز جالبیه. بیایید اسپانسر من بشید، من نمیدونم این همه دارم تبلیغ ضد آفتاب میکنم، میرن به این بلاگرهایی که اصلا کاری باشون ندارن تبلیغ میگن. به خدا من نمیدونم تیم مارکتینگ اینا دارن چیکار میکنن، حالا همینو نمیگم به من بدن، کلی دارم میگم خیلی از نظر مارکتینگ و برندینگ و اینا اصلا شوتنک زرن. جالب بود، ولی 207,000 تومان ده همینه دیگه، خیلی گرون شده همه چی. SPFش 50 خوبه، SPF 50 خیلی خوبه، 6 ماه هم وقت دارم ازش استفاده کنم. Invisible
رولان سانسکرین لوشن. جالبه، راستش حس خوبی گرفتم الان که دارم فکر میکنم رو پوستم هم باحاله، یعنی بافتی که داشت و اینا خوشم اومد. اصلا هم سنگین الان به این احساس نمیده، بعض وقت مثلا نیم ساعت اینا بگذره زد دافتا به احساس میکنی سنگینه، فعلا احساس سنگین بودن بهم نداده و به نظرم چیز جالبیه. ایشالله که خیره، ایشالله که خیره. ولی دو تا این دو تا رو گرفتم فکر کنم 350 پول دادم اومدم بیرون، واقعا همه چی گرون شده و دیگه نمیشه خرید کرد درست. و لوازم آرایشی اینه که من دیگه اصلا شکلم که من اصلا استفاده نمی کنم، چون خیلی چیز حساسیه و به نظرم من شخصا میدونم که خیلی تو توییترم دعوا میشه سر این، ولی اگه لوازم آرایشی گرون مخصوصا کرم پودر و کانسیلر رو اینا نمیتونی بخری، به نظر من نباید آرایش بکنی. من خودم این کارو نمی کنم چون که خیلی میتونن آسیب بزنن، به شدت میتونن آسیب بزنن و یه وقت حتی باعث بشن کانسر بگیری، اصلا چیز جالب اینه که سرطان پوست بگیری و اینا. بعدم کرم پودر و کانسیلر و اینا خیلی چیز حساسیه، این رو پوستت میاد، رو پوست صورتت میتونه آسیب بزنه، برای همین به نظرم بهتره که آدم اصلا استفاده نکنه. من خودم کلا قید لوازم آرایشی رو زدم دیگه، ضد آفتاب بخرم حداقل جای جوشام نمونه، کاری که از دستم برمیاد همینه که ضد آفتاب بزنم و مرطوب کننده که پوستم خیلی زود آسیب نبینه. لوازم آرایشی نمیشه خرید، خیلی گرونه و پیشنهاد میکنم شما اگه نمیتونید اون گروناشو بخرید استفاده نکنید چون خطرناکه. بعد خوبم وای نمیسته، حتی کرم پودرایی که الان چندم 400 هزار تومان هم هست، 400 هزار تومان کم نیست، ولی بازم حتی خیلی خوب وای نمیسته رو پوست صورت و اینا، ولی بازم بلدی میخواد، شاید من بلد نیستم. ولی لباس فیک آرایش اشکالی نداره ها، ولی لوازم آرایش فیک آسیب میزنه. اینکه تو لوازم آرایش تو از مترو بگیری یا از دست فروش و اینا خیلی میتونه آسیب بزنه بهت. اصلا اینطوری نیستش که بگیم بی کلاسه یا همچین چیزی، آسیب میزنه، خطرناکه، ممکنه سرطان بگیری یا اینکه حساسیت خیلی شدید بده پوستت و اینا. از این نظر از این چیزا دوری کنیم، چیزای فیک آرایشی بهداشتی و اینا. آره امیدوارم که کنسل نشم به خاطر اینا. البته من فیت نزدم، اونایی که بهشون گیر میدن کسایی که خیلی میان مثلا لوکداون میکنن و بولی میکنن مردمو چون که مثلا لباس فیک میخرن یا لوازم آرایش فیک میخرن. من راجب لباس، من خودم ترجیحم اینه که لباسی بخرم که روش اصلا هیچ برندی نزده شده، تا اینکه برم مثلا فیک نایکو بخرم، برم یه چیز بخرم که اصلا هیچ چیزی روش مارکی روش نزده باشه. میدونی چی میگم؟ ترجیح من اینه. ولی بازم کاری ندارم کسی میخواد لباس فیک بپوشه، ولی لوازم آرایش و بهداشتی فیک نه، واقعا خیلی خطرناکه.